تماس هایی که داشتن یا نامه هایی که برای واحد مشاوره ارسال شده که ما میترسیم بگیم به رشته انسانی علاقه مندیم. امیدواریم که تو این فرایند انتخاب رشته شما در کنار بچه هاتون قرار بگیرید، مسیر صحیح رو به اونها نشون بدید با اطلاعات درستی که از یک مشاور آگاه و مجرب دارید. اما مطلب مهم اینجاست، عرضم رو تموم میکنم، بعد از انتخاب رشته سعی کنید بچه ها رو در مسیری که وارد شدند تشویق بکنید. تشویق لفظی شما اعتماد به نفس رو در بچه ها افزایش میده. آمار پژوهشی که الان داره تو سطح دانشگاه انجام میگیره در زمینه اعتماد به نفس بچه های دبیرستانی بسیار بسیار آمار ناامید کننده. دوم، اجازه بدید بچه ها خودشون این تصمیم مهم رو بگیرن و مسئولیت پذیری رو تمرین بکنن. قطعا وقتی به سالهای بالاتر میان شما دیگه نمیتونید اونها رو مثل سال اول مجاب بکنید کاری که شما میگید رو انجام بدن، و اونجا تازه مشکلات ایجاد میشه. ای کاش میشد. فرصتی نداریم. بخشی از پرونده مشاوره من برای شما میخوندم که چه مشکلاتی انتخاب رشته غلط داره به بچه ها به ویژه سال سوم و سال چهارم که سال سرنوشت سازی هست ایجاد میکنه. خب واحد مشاوره مؤسسه شهید محلاتی، همکاران مجرای بنده در امور مشاوره در خدمتتون خواهند بود. اگر تمایلی به مشاوره فردی داشتید میتونید با دفتر مؤسسه تماس بگیرید، وقت رو به شما اختصاص میدن مشاوره فردی داشته باشید. ضمن اینکه مدارس در سطح شهرک هم با کادر مجربی که دارن، این رو اطلاع دارم که عرض میکنن، تقریبا بسیاری از این مدارس اسفند کادر سال بعدشون رو به ویژه برای متوسط دو بسته بودن و داشتن آماده میشدن برای شروع سال تحصیلی، به ویژه دانش آموزان سال چهارم که سال سرنوشت سازی دارن که انشالله از تیر ماه برن برای کنکور 96. اونها هم آمادگی دارن مشخصات و شماره تلفن این مدارس رو داخل همین بسته که در اختیار شماست قرار دادیم. میتونید تماس بگیرید، میتونید حضوراً تشریف ببرید، بازدید کنید، با مدیریت و مشاور مدرسه صحبت داشته باشید، و اگر مناسب دیدید فضای آموزشی و پرورش مدرسه رو، بچه هاتون رو به این اعضام بسپارید و انشالله که شاهد شکوفایی استعداد اعضام باشیم. بخش دوم رو در خدمت های دکتر خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب ناوندی خیلی به جا اشاره کردید، خودتون فرمایش رو به انتها میرسوندید، الحمدلله دستین در ببخشید. خب یه جمله خیلی معروفی هست که ترجمهش اینجا آمده: Success is not an accident, it's a choice not a chance. موفقیت یک تصادف نیست، یک شانس نیست، یک انتخاب است. بچه های ما الان در زمان مهم یک تصمیم بزرگ برای یک انتخاب مهم هستن. جناب ناوندی به جا اشاره کردن، توی دانشگاه ها هم ما درصد زیادی عرض می شود انصرافی، مشروطی و تغییر رشته‌ای داریم، و حالا به همین ترتیب ما می بینیم که توی دبیرستان همینطور. اصلا نگاه کنید، اگر یک دانش آموزی به درستی انتخاب رشته نشده باشه، میگن تورف الاشیاء به ازداده، ما ضدش رو بگیم، چه اتفاقی میفته؟ بر اساس اون هوش های قویش انتخاب رشته نکرده باشه، بر اساس اون استعداد و توانمندیش انتخاب رشته نکرده باشه، اتفاقی که میفته این هست که او ناتوان و ناکام میمانه. این ناکامی خودباوریش رو از بین میبره، این خودباوری انگیزش رو کم میکنه، این کاستی انگیزه تلاشش رو فرو میکاهد، و این دو مرتبه میبینی که ناکامی بعدی از اون طرف مثل یک چرخه در حقیقت خود افزاینده میبینی که مسیرش رو به انحطاط چه بسا ممکنه برسونه. از اون طرف انتخاب رشته درست، موفقیت بیشتر، و هیچ چیز به اندازه موفقیت موجب موفقیت نمیشه.
دانش آموز احساس موفقیت که بکنه، خودباوریش احیا میشه، انگیزش تشدید میشه، پشت کارش اضافه خواهد شد و بعد به تبعش نتیجه بهتر، به همین ترتیب از اون طرف همینطور بالنده میشه. اما با چه عواملی میخوایم انتخاب رشته بکنیم؟ یه شمای کلی براتون توضیح دادم، اشاره به دو تا کلید واژه بسیار مهم توانمندی و علایق داشتیم که اینجا تاکید و یادآوری شد، یه بخشش رو توضیح دادم، حالا یه مقدار در یک ابعاد دیگری بحث رو باز کنیم. یه سری عوامل بیرون از ما، اگر ما میخوایم یک تصمیم درستی بگیریم نمیتونیم بگیم که سرمون رو از چشمون رو ببندیم و به اطراف کار نداشته باشیم و بگیم که هر آنچه که من دوست دارم و همانچه که فقط و فقط خودم میخوام بی آنکه پیرامون خودم رو بهش توجه داشته باشم. خب این یک تصویر کورکورانه است و یک انتخاب نادرست. یه سری عوامل ما رو احاطه کردن، یه سری شرایط ما رو احاطه کردن و ما نمیتونیم نسبت به اونها بی تفاوت باشیم. یه سری عوامل هم البته عوامل درونی است که بخشش رو باز اشاره کردیم. یه سری اهداف افراد دارن، یه سری ارزش‌ها، آرمان‌ها، خواسته‌ها، علایق. ما مهم این هست که بین این اهداف بیرونی، عوامل بیرونی و عوامل درونی یک آشتی، یک پیوند ایجاد کنیم و با در نظر گرفتن همه اینها حالا به صورت جامع نگر بیام یک راهی رو برگزینیم که راه احسن باشد. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این اتباع و انتخاب احسن رو انشالله در پایان سعی کنیم به سمتش نزدیک بشیم. البته ما در خیلی از جاها که صحبت می‌کردیم فرزندانمون هم حضور داشتن یا در یک نوبت دیگر این اطلاعات به بچه‌ها هم منتقل می‌شد. حالا شما بزرگواران این مطالب اون قسمتش که فکر می‌کنید مفید هست رو به فرزندانتون هم می‌تونید منتقل بکنید. آقای ناوندی هم اشاره فرمودن که اسلاید‌ها رو ظاهرا از طریق سایت شهرک می‌تونن عزیزان که مایل هستن دانلود کنن و بازخوانی کنن و منتقل بکنن. عوامل بیرونی کش خانواده است. ما نمی‌تونیم یک انتخاب درست فارغ از شرایط خانوادگیمون داشته باشیم. من یه دانش آموز داشتم، مجید بصائری. این دانش آموز رتبه خیلی ممتازی شد، رتبه فکر میکنم 130 کنکور اگر اشتباه نکنم، یک حتمال چندین سال پیشه، تو رشته ریاضی فیزیک. خب بزرگترها میدونن دیگه با رتبه 130 چه رشته هایی میشود قبول شد؟ ریاضی، مهندسی برق، مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، رشته هایی که تو مد هست و تو بورس هست و چشم بچه ها به سمت او خیره می شود. و فکر می کنید مجید بصائری چه رشته رو انتخاب کرد؟ مجید بصائری رشته مهندسی نساجی رو انتخاب کرد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ناآگاه بود؟ نه. پشیمان شد؟ هرگز. چرا؟ بعدن متوجه شدیم که مجید بصائری، البته ما قبلش میدونستیم چون با بچه اردو رفته بودیم اینجا توی کارخانه ریسندگی در خامنه، پدر ایشون صاحب اون کارخانه بود، گفت من میخوام درس بخونم که چی؟ که یک آینده شغلی خوب داشته باشم. کارخانه بابام میگه چی کسی بهتر از تو، تو بیا رشته مهندسی نساجی بخون، بیا بشو مدیر این کارخانه. پس نمیتونیم فارغ از شرایط خانوادگی بگیم هر چی که من دلم میخواد. اگه زمینه کاری در آینده، این 4 سال به سرعت میگذره، دانشگاه هم میگذره دیگه، خب بعدش چی؟ خب یه زمینه کاری هست، خب خوب است متناسب با اون انتخاب بشود. این یک وجه، حتی این شرط تامه نیست، این هم یکی از علل بیرونی، عوامل بیرونی. محیط آموزشی و محیط آموزشی و محیط آموزشی و محیط آموزشی. من چون فکر میکنم در پایان وقت کم خواهم آورد، همینجا این مطلب رو میخوام اشاره کنم که دوستان و خانواده هایی که من از همین سوالاتی که می کنید بعضا دریافت می کنم که شرایط تربیتی و رشد سلامت فرزندتون در این حال در کنار رشد تحصیلی براتون مهمه، نمی تونیم فارغ از محیط آموزشی که فرزندمون می خواد 4 سال در اونجا تنفس بکنه بیام انتخاب بکنیم. شما میدونید دیگه بچه های ما، حالا من خدمتون خواهم گفت، روانشناسی رشد، اوج تکوین شخصیت بچه ها تو این سنینه، پسران ما، دختران ما، و خیلی تحت تأثیر محیط های بیرونی، اعم از گروه همسالان
و حتی فضاهایی که تو بافت مدرسه حاکم هست تأثیر میپذیرند. من پیشنهاد میکنم یک کتابی است 52 صفحه تحت عنوان مدرسه نامرئی، خیلی هم کم حجم، انتشارات مدرسه نوشته. مدرسه نامرئی وجه تسمیهش این است، آقای دکتر علی اصغر احمدی نوشته، خیلی کم حجم ولی پر مغز، میگوید اگر مدرسه کانون است برای یادگیری، بچه ها در دل مدرسه رسمی که دیوارهایی دارد گویی از یک جاهایی یک یادگیری هایی براشون صورت میگیره. یک مدرسه ای درون مدرسه است به صورت ناپیدا، و اون اشاره میکنه به همین ارتباطات بین بچه ها و اون یادگیری هایی که توی تبادل اطلاعات بین فردی خارج از فضای رسمی و حتی کنترل شده مدرسه با هم مبادله میکنن. و حتما شماها تجربه دارین که چقدر سرنوشت ها به واسطه این ارتباطات تغییر کرده. مصداق ندارین؟ سراغ ندارین؟ من سراغ دارم، حتما شما هم سراغ دارین. ببخشید من مزاحم صحبت برخی از عزیزان میشم و انتها. حتما تأثیر میپذیرن. حالا ممکنه که مثلا فرض بفهمید که میگفتش که آقای نیرو، من میدونم فرزندم جنبه های مهارتیش خیلی برصورت استعداد زیادتری داره و جون میده برای اینکه بره مثلا یه رشته‌ای مثل فنی حرفه‌ای یا کاردانش، ولی نگرانم که بره تو اون مدرسه فنی حرفه‌ای ممکنه که بچه‌م از دستم بره. اون نگرانی بجاست. این هم یک عامله. نمیتونیم از این صرف نظر بکنیم. حالا به شوخی بعضی وقتا طنز میگن، ولی نصف شوخی جدی. اون طرف بچه‌شو فرستاده بود خارج از کشور که پی اچ دی بگیره، رفت اچ آی وی گرفت. حالا اینو تعمیم بدین. خیلی وقتا بچه‌های ما سرنوشتاشون تو محیط‌های آموزشی عوض شده، هم مثبت هم منفی. نبوده بچه‌هایی که شیفته یه معلمی شدن، مثبتش دارم میگم، انقدر شیفته او شده که حتی از عطر مورد استفاده او میگیره و استفاده میکنه. یا مثلا فرض بفهمید که افراد اثرگذار در زندگی فرد، از نزدیکانش، از دوستانش، از معلمانش، انقدر شیفته او میشه که حتی ترجیح میده رشته او رو هم دنبال کنه. ما خیلی وقتا علاقمندی هامون و عدم علاقمندی هامون، نفرت ها و علاقمندی هامون به درس ها، میبینید نه به خاطر ماهیت درس هاست، که به خاطر چیه؟ معلم های مربوطه بوده یا نبوده. خیلی وقتا مسیر زندگی ها به واسطه این ارتباط هایی که ممکن است که از پیش تنظیم شده هم نبوده تغییر کرده. بنابراین نمیشه از اینها یا گروه همسالان به واقع بچه ها انقدر که از من و شما به عنوان پدر و مادر تأثیر میپذیرن، از بچه ها و دوستان هم کلاسشون تأثیر نمیپذیرن. احساس میکنم که اصلا گویی این سررشته تربیت انگار از دست ما بعضا خارج شده. یا حتی رسانه ها، یه دفعه یک موج ایجاد میشود، گرایش به یک رشته یه دفعه افزایش پیدا میکنه. موج دیگه. چقدر آدم ها رفتارهاشون توی این سکند لایف، زندگی دوم، تحت تأثیر رسانه هاست. دیدیم فراوان، دیدیم شما هم زیاد دیدیم. باز میگم ارزش گذاری نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم خوب بد، میخوام بگم چشممون رو نبندیم. تو عوامل بیرون اینها هست. رحمت خدا بر شهید شهریاری عزیزمون، رحمت خدا که این شهرک مفتخر میزبانیشو داشت در زمان حیاتش. ایشون که شهید شد، اتفاقی که افتاد خاطرتون هست، بیش از 2000-3000 تا دانشجوی ما تغییر رشته دادن برای اینکه چی؟ برن رشته مهندسی هسته‌ای بخونن. حالا صرف نظر از اینکه حالا شما اصلا میتونی تو این رشته توفیق پیدا کنی و یه شهید شهریاری جدید بشی، ولی میخوام بگم یه سری چیزها، رسانه یا جوی که ایجاد میشد، ممکنه افراد رو تو تصمیماتشون نقش ایفا کنه. میگم درست غلطش رو نمیخوام بگم، میخوام بگم به نسبت به اینها منفعل نباشیم آگاهانه. یا زمینای اشتغال و اقتصادی، کدوم رشته پولدار تر میشم من باهاش؟ پسرها با یک ترتیب، دخترها با یک انگیزه دیگه. اینا و حالا سه نقطه خیلی سه دیگه ممکنه باشه. اینها میتونه اثرگذار باشه یا نه؟ خب پس اینا رو عنوان عوامل رو بعدش نگاه کنیم. از اون طرف عوامل درونی، هدف گذاری. البته درصد ناچیزی از آدما
بزرگ و کوچیک، بیرو در بایستی، هدف مشخص دارن. هدف با آرمان فرق داره، هدف با رویا فرق داره، هدف با آرزو و خیال فرق داره. هدف 7 ویژگی داره. اولیش اینه که مشخص باشه. چند تا از بچه‌های ما هدف مشخص دارن؟ اگه نخوان شعاری پاسخ بدیم، من میخوام یک رشته خوب قبول بشم، این هدف نیست چون مشخص نیست. من میخوام یک انسان مفید برای جامعه باشم، این مشخص نیست. من میخوام رتبه زیر 1000 بشم، آها این مشخصه. من میخوام مهندسی فلان در مثلا دانشگاه فلان قبول شم، این مشخصه. چند نفر از بچه ما هدف دارن؟ اگر هدف دارن و هدفشون بر اساس سایر جنبه‌های دیگه ترسیم شده، خب اون میتونه انگیزه بخش باشه که در مسیر اون هدف حالا رشته مربوطه رو برگزینه. علاقه. واقعا الان مشکل انگیزه برای بچه‌های ما، البته بزرگتر ما، یه مشکل جدی است دیگه، هست یا نیست؟ موتور محرک تلاش بچه‌ها چیه؟ انگیزه. خب انگیزه ها کجاست؟ خیلی یاش کم شده. چرا؟ چون خیلی چیزایی که الان میخونن باب علاقهشون نیست. من همیشه به همکارا میگم، میگم ببین عزیز دلم، تو کلاس درس یا تو مدرسه زنگ میخوره، بچه ها چجوری از کلاس میرن بیرون؟ آیا به صورت فرار از زندان آلکاتراس؟ یا نه زنگ خورد، حیف شد. محیطی امن و آرام همسو با علایق بچه‌ها مهیا کردیم، حالا اون بحث مدرسه‌اش به کنار، رشته‌ای که بچه‌ها می‌خوان بخونن آیا باب طبعشون هست؟ در حیطه علاقمندی‌هاشون هست؟ ارزش‌ها. به هر صورت برای دخترای ما یه چیزهای ارزشه. دختر ما ارزشش این هست که یک مادر شایسته بشود، فی‌المثل برای خانواده. آقا پسر ما ممکنه یه ارزش‌های دیگه براش مدن است. خب اینها طبیعی تأثیر می‌گذاره در اینکه چه رشته‌ای رو برگزینه، یا اعتقاداتشون، یا توانمندی‌ها و مهارتاشون که دیگه مفصل در قالب هوش‌های چنگانه با هم صحبت کردیم، یا ویژگی‌های شخصیتشون. من یک فردی درون‌گرا هستم. البته این دیگه به عنوان برچسب منفی نیست، میگم هوش درون فردی بالاست، ولی من توان اداره جمع ندارم، من به درد مدیریت نمی‌خورم، چرا برم رشته مدیریت که بعدم هم خودم رو خراب کنم، هم جمعی که زیر دست من هستن خراب کنم. شخصیت من این چنین شکل گرفته. عرض میکنم بخشش ژنتیکه و وراثتی است، بخشش هم واقعا اکتسابی است. مثلا دانش آموز داشتیم، حالا اینکه میخوام بگم این دانش آموزی خیلی تلاشگر بود، حالا به هر دلیل میخواست پزشکی قبول بشه و شد. حالا من راجع به اینا صحبت میکنم. اولین واحدهایی که بچه‌ها تو رشته پزشکی می‌خونن می‌دونید چیه؟ مثلا تشریح. با آشنایی می‌خوام بشن با بدن و آناتومی بدن. این بچه، این پسر به شدت به خون و دیدن خون حساس بود. اولین بار که تشریح شد قش کرد افتاد. اصلا نمیتونست خون ببینه. یکی نبود واقعا بهش بگه آقا تو که نسبت به خون انقدر حساسیت منفی داری، خب چه ضرورتش بیا حتما رشته پزشکی انتخاب کنی؟ تو یا علاقه من هستی اصلا بری تو محیطای درمونگاهی تو بیمارستان ها همش با مریض سر و کار داشته باشی یا نه؟ حالا اینا رو من راجع به ویژگی‌های خاص هر رشته توضیح خدمتتون خواهم داد. به اجمال و به سرعت از شرایط ساختاری نظام آموزش پرورش عبور کنم و یه توضیح مختصر عرض کنم. خب بچه‌های ما این دوتا مرحله رو سپری کردن. با این شرایط جدید ساختاری 6-3-3 6 سال مقطع دبستان سپری شد. دوره اول متوسطه، هفتم، هشتم و نهم سپری شد و حالا میخوام وارد 3 سال دهم، 11 و 12 بشن. خیلی عرض کردم به لحاظ شاخه روانشناسی رشد، بچه‌ها توی این سنی یه سری ویژگی‌ها دارن. معمولا استعدادهای اختصاصی ظهور پیدا میکنه و بروز پیدا میکنه، مثلا هوش‌هایی که مختلف کرده. رشد جسمانیشون سریعه، هوششون تقریبا کامل میشه، قدرت یادگیریشون به اوج خودش میرسه، به قواعد اجتماعی دسترسی پیدا میکنن، به امور سیاسی گرایش پیدا میکنن،
به امور فرهنگی هنری و علمی ارزش گذاری میکنند، به مرحله تفکر انتزاعی ورود پیدا میکنند، به مسائل جدی زندگی توجه و تفکر میکنند، به خانواده وابستگیشون کاسته میشه، به قواعد اجتماعی پایدار معمولا دست پیدا میکنند. اینها احساس توانایی تاثیرگذاری دارن. عزت نفس همینه، سلف استیم، طرف احساس کنه من یک وجود مفیدی هستم و اثرگذار، در نقطه مقابلش که نگران کننده میشه قضاوت و سنجش مجدد، گسترش آرزوها، سازگاری با محیط، تشدید رفاقتها، تمایل به آراستگی. اینها خصالی هست که به طور طبیعی تو سنین بچه های ماست. تو این دوره اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی مثل برنامه درسی ملی برای این مقطع یک تعریفی کرده در باب هدف گذاری. قرار هست بچه های ما تو این سن، تو این دوره به کسب عادت‌ها و مهارت‌های لازم برای مطالعه و کار، آشنایی با روش‌های مؤثر فکر کردن و بیان کردن، رعایت اصول بهداشت و سازگاری شخصی و اجتماعی، دارا شدن نظر مساعد و قدرشناسی در فرصت‌های مختلف و تدوین یک فلسفه جامع از زندگی برسن. حالا اگر برسن، این هدف بر اساس اسناد بالادستی محقق شده. زیر شاخه‌های این مقطع متوسطه بخش شاخه نظری است که هدفی خاص داره. وقت محدود، می‌خوام به مسائل مهم‌تر بپردازم، و بعد شاخه کار دانش و شاخه فنی حرفه‌ای. توی شاخه نظری ما 4 گرایش داریم: ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. و تو شاخه کار دانش و فنی حرفه‌ای مشترکاً 3 شاخه صنعت و خدمات و کشاورزی داریم. اما بچه‌ها بعد از اینکه دوره متوسطه 3 ساله ابتدایی، 3 ساله دوم و 3 ساله متوسطه اول، یعنی تا پایین نهم رسیدن، حالا اتفاقی که میفته توی متوسطه دوم، یا باید برن تجربه یا ریاضی یا انسانی یا معارف، یا برن تو شاخه فنی حرفه یا کاردانش، هر کدوم این 6 رو میتونن برن در پایه 10، 11 و 12. عرض کردم بچه های ما از پایه 10 به 11 میتوانن تغییر رشته بدن. به چه شکل توضیح خواهم داد. بعد از اون چی؟ هیچی. بعد از اون بچه‌هایی که رفته باشن فنی حرفه‌ای کاردانش، یا میتونن مستقیم وارد بازار کار بشن. بالاخره اونجا واحدهای بسیار زیادی دروس مهارتی یاد میگیرن تو کارگاه‌ها و میتونن یه کاری برای خودشون ترسیم بکنن، یا میتونن برن وارد کاردانی پیوسته بشن، یعنی تا سطح فوق دیپلم میتونن برن، حالا یا توی آموزشکده‌های عالی یا توی دانشگاه به صورت کاردانی، از اونجا میتونن وارد بازار کار بشن، بعد میتونن نه ادامه تحصیل بدن. بچهای شاخه ریاضی معمولا میتونن مستقیم برن به صورت لیسانس پیوسته بخونن، بعد وارد بازار کار بشن، یا میتونن ادامه بدن برای ارشد و مقطع دکترا. تو هر مرحله میتونن وارد بازار کار بشن. دانشگاهی که بچه‌ها معمولا میتونن ادامه تحصیل بدن 5 جنسه: دولتی، آزاد، علمی کاربردی، آموزشکده فنی، پیام دور. اینها رو من اینجا آوردم ولی الان نمیخوام بهش توضیح بدم با توجه به وقتم. این که حالا مثلا اون شاخه روزانه، شبانه، پیام نور، نیمه حضوری، غیر انتفاعی، مجازی، بین الملل و آزاد، هر کدوم ویژگی هاش به لحاظ کلاس ها، شهری، نحوه گزینش، وام تحصیلی، ویژگی های خاص و امثال ذلک، اینا هست. بعدا اسلایدش رو بگیرید و ملاحظه کنید. اما ما توی عرصه واقعی در حیطه اشتغال بیشترین نیازمون به کارگران ماهر و نیمه ماهره و مدیران اجرایی، یعنی جنبه‌های مهارتی. اینها عمدتاً خروجی‌های شاخه فنی حرفه و کاردانش هستند. الان 41% از بچه‌های ما برای ورود به مقطع متوسطه دوم وارد شاخه فنی حرفه و کاردانش میشن. تو برنامه 6 دوره، بله، ششم توسعه، برنامه پنجم توسعه رو سفری، برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده که این 41% به 47% ارتقا پیدا کنه، چون بیشتر نیاز جامعه تو اینه. بعد وارد نیازهای فنی مثل تکنسیان ها و امثال هم میشن. کمترین نیاز جامعه به شاخه های عرض میشود نظری است که میرن مهندسین و مدیران عالی. البته بزرگترها میدونن دیگه به واقع در کشور ما چگونه است. برعکسه، میبینیم که مهندس هامون خیلی زیادتر از حتی تکنسیان هامون هستن. حالا اما صحبت از تغییر رشته است. من اینکه این تشبیه پلکانی که کردم، تغییر رشته از ریاضی به تجربی و بعد انسانی و به این ترتیب خیلی راحت‌تر صورت میگیره. از پایین به بالا کار خیلی دشوارتر هست. بذارید چند تا جمله از آقای مهندس زرافشان، معاون متوسطه آموزش پرورش هست، خدمت شما بخونم. ایشون
هدایت تحصیل رو چهار تا عامل علاقه و استعداد که مفصل صحبت کردیم، به نیازهای کشور و امکانات هم اشاره کردن. همونطور که عرض کردم جمعیت کنونی شاخه فنی حرفه‌ای 41% میدونن، بقیه یعنی رفتن تو شاخه نظری. اما توزیع اینها تو اون یعنی 59% بقیه، 47%، اینجا بعد دیگه بیشتر عنایت کنین، بحثای دیگه حالا خیلی مهمتره. الان بچه های ما تو شاخه نظری 47%شون رفتن رشته تجربی، 23% ریاضی و 30% علوم انسانی. بزرگترها یادشون هست 7-8 سال پیش نسبت جامعه تجربی به ریاضی چجوری بود؟ برعکس بود، بچه های ریاضی بیشتر بودن. این موج از کجا ناشی شده؟ حالا این دیگه باید علوم اجتماعی بیان بگن که چه اتفاقی افتاده که الان کنکوری که گذشت سال 94 حدود 500 هزار نفر در رشته تجربی شرکت کردند و حدود 170 هزار نفر در رشته علوم انسانی. حالا اتفاقی که افتاده، من البته اعلام موضع صریح نسبت به هیچ رشته ای نمی کنم کدوم رشته بهتر، اصلا این حرف اساسا شایسته نیست مطرح بشه به نظر بنده. فقط میخوام شرایط ادامه تحصیل رو برای هر کدوم از شما بیان بکنم. یعنی هیچ گونه سوگیری خاص ندارم. خود بنده با رشته فنی مهندسی شروع کردم و با رشته علوم انسانی کارم رو خاتمه دادم. یعنی جوری حکم دوزیستان هستی، هم رشته مهندسی تجربه هم رشته علوم انسانی، و هر دوش رو هم تجربه کردیم و حالا سعی میکنم از این تجارب خدمت شما منتقل کنم. عرض میشود که الان شانس قبولی برای بچه های تجربی با تمام رشته های ممکن، یعنی مثلا فرض بفرمایید که چون تجربی که فقط پزشکی نیست که، فقط دندان پزشکی و داروسازی، همه زیر شاخه‌های ممکن تجربی رو در نظر بگیرید و در تمام دانشگاه‌های مختلفی که امکانش هست، دیدین براتون توضیح دادم، غیر حضوری، غیر انتفاعی، آزاد و قسل هازا، تمام صندلی‌هاش رو جمع کنید، ظرفیت حداکثر 50% داوطلبا رو داره. اما در مورد رشته ریاضی شانس قبولی چنده؟ 110%. 100 یعنی چی؟ یعنی معمولا همه ساله صندلیای خالی میمونه که اعلام تکمیل ظرفیت میکنن. عرض میکنم جامعه شرکتان 170 هزار نفرن، یعنی ما بیشتر از 170 هزار تا صندلی خالی برای رشته ریاضی فیزیک داریم. باز یادتون هست بزرگترها چندین سال پیش یادتون میاد کنکور دانشگاه آزاد جدا بود، بچه های سوم دبیرستان به صورت آزمایشی میتونستن شرکت بکنن که اگه قبول می‌شدن می‌تونن پولی بدن جاشون رو رزرو نگه دارن، اگر نه دوباره امتحان بدن. یادتون که میاد اون سال ما به یکی از دانشجو اون سال، ظرفیت الان بیشتر یا ظرفیت اون سالا الان بیشتره دیگه، اون سال ما به یکی از دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان گفتیم که ببین پسر جون، تو برو سر جلسه کنکور که غایب غیبت نخوری. یادتون میاد اون موقع 6 تا رشته انتخاب می‌کردیم، بعد سن خونه هفتم هم گفتیم که اگه شما قبول نشین دانشگاه آزاد، تو اختیار داری که یه جاره ما رو قبول کنی. یادتون میاد که اینها همگی گفتیم تو برو سر جلسه امتحان که غیبت نخوری، چون فقط پاسخ برگ غایبین تصحیح نمیشه، سایر پاسخ برگ ها تصحیح میشه. دست به دفترچه نزنی، یا سوالات رو هم نگاه نکن، هیچ، فقط اون کیک و ساندویچ رو بخور و بعدش هم بلند شو بیا. یعنی ایشون 7 تا ماده درسی، 7 تا چند درصد تو کارنامش هست؟ 7 تا 0 درصد دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه کنکور مهندسی معدن در شهرستان محلات قبول شد. تعجب نکنید، الان شما نسبت به 0 یک نگاه تحقیرآمیز دارید. من به زودی شما رو با 0 درصد آشتی میدم. صد رحمت به اون 0%. حالا تعجب نکنید، الان به زودی این رو خواهم گفت. اما یه اتفاق خیلی مبارک و میمونی افتاده توی این تغییرات ساختاری نظام آموزش پرورش. یه سری درس‌ها که واقعاً جاشون خالی بود الان تو دروس رسمی پایه 10، 11، و 12 قرار گرفته. مثلا همه ما داد سخنمون بلند بود، بچه‌های ما تو شاخه نظری درس می‌خونن ولی هیچ مهارتی ندارن.
نه مهارت زندگی دارن، انگار هیچ چیز رو بلد نیستن، هر رو از بر تو زندگی واقعی تشخیص نمیدن. 12 سالم رفته مدرسه، از این دست مطالب میگفتیم و میدیدیم دیگه. الان مثلا ملاحظه کنید، خب یه سری دروس عنوانهاش که مشترک، دینی و قرآن و اخلاق مشترک شده، عربی همچنین، فارسی همینطور، بچه ها در حقیقت دروس سال نهم رو دارن میبینن. تا امسال یه کتاب زبان فارسی بود، یه کتاب ادبیات فارسی بود، حالا میشه یه کتاب به اسم فارسی زبان انگلیسی سر جاش محفوظ. اینجا خوشه دروس مطالعات اجتماعی تعریف کردن، 10 جغرافی، 11 تاریخ و 12 علوم اجتماعی. این برای بچه‌های 2 رشته ریاضی فیزیکه که البته برای پایه‌های دیگه مشترکه این قسمت عمومیش. خوشه انسان و سلامت تعریف شده، اینا جالبه، حالا بخشش که تربیت دارن که هیچی همه پایه‌ها دارن، آمادگی دفاعی چی، انسان و محیط زیست، سلامت و بهداشت، درسای رسمی است. خوشه انسان و مهارت‌های زندگی، پایه 10 و 11 از این 3 دوتا رو باید دریافت کنن، هنر یا از تفکر و سواد رسانه ای یا کارگاه کارآفرینی و تولید. مزید اطلاع شما خانواده های بزرگوار عرض بکنم، یونیسف الان تعریف اخیری که از سواد ارائه کرده، دیگه خیلی ساله که خواندن و نوشتن صرف شاخص سواد نیست، الان میگه هر کسی اگر این 7 سواد رو نداشته باشه بی سواد است، ولو PhD هم داشته باشد. سواد، یکیش سواد رسانه است، یکیش سواد اقتصادیه، یکیش سواد مهارتیه، ارتباطیه، یکیش سواد عاطفیه، همه چیزهایی که الان میبینیم که جزء معضلات اصلی خانواده های ماست. و الان خوشبختانه برخی از دروس اومده برخی از این خلاها رو داره جبران میکنه. کارآفرینی 12 یعنی سال 4 دبیرستان سابق، مدیریت خانواده و سبک زندگی، اینو درسای خیلی خوبیه، امیدوار هستم خوبم محتواش تولید بشه و خوبم ارائه بشه. کار ندارم، بچه‌های ریاضی 2 کتاب میخونن، ریاضی پایه و هندسه، معادل 10 میشه 2 دبیرستانیا، قبلا یه درسی به اسم آمار و مدل سازی هم داشتن دیگه، اون نیست، یه ریاضی یه هندسه. تنها تفاوت پایه 10 تجربی و ریاضی همینه، ریاضی‌ها اینو میخونن، تجربی ها، حالا سلاید بعدی جای این چی میخونن؟ زیست شناسی. فیزیک همه میخونن، شیمی همه میخونن، جالبه بچه های ریاضی هم زمین شناسی بعد در پایه 11 بخونن، این دیگه درس مشترک شده. آزمایشگاه که پیشتر نیم واحد درسی بوده، حالا شده 2 درسی، به این دروس که جنبه عینی تر، کاربردی تر و عملی تر داشت بیشتر داره پرداخته میشه. دروس بچه‌های تجربه نیا کنید، همش مشترک، فقط اینجا یه دونه زیست شناسی اضافه می‌شود. به عبارتی دانش آموز ما اگر بخواهد پایه 10 رشته ریاضی بنشیند و برای پایه 11 تغییر رشته بده، فقط این درس رو 2 رو تو تابستون امتحان میده، نمره‌شو میگیره، میره سر تجربه میشینه. اما مستحضر باشید، اینو من تأکید بکنم، حال که از چند سال گذشته تأثیر قبلاً معدل کتبی پای 3 دبیرستان و الان چند سالی است که نمره تک تک دروس امتحان کتبی 3 دبیرستان تو درس‌های نظیر کنکور سراسری 25% اثر رو دارد، هر کسی تو هر شاخه‌ای میخواد کنکور بده اگر دیپلم اون رشته رو نگیره ضرر کرده. یعنی چی؟ باز قدیمی‌ترا یادشون میاد، حتی بچه‌هایی بودن که پیش دانشگاهی هم می‌رفتن رشته ریاضی بعد کنکور تجربه می‌دادن، یادتون میاد؟ الان اشتباهه، الان باید دیپلم تجربه بگیره. چرا؟ که تو کارنامه‌اش نمره زیست شناسی داشته باشه، چون قراره که نمره کتبی امتحان نهایی سال 3 دبیرستان یا میشه پایه 11 درس زیست شناسی 25% سهم نمره درصد زیست شناسی کنکورش باشه، اونی که تو کنکور میده میشه 75%. البته الان از امسال 5% گشتن تأثیر معدل امتحان نهایی 4 دبیرستان یا میشه 12، امسال با تأثیر مثبت، یعنی اگه خوبتر میکرد اثر میدن، از سال بعد تأثیر مستقیمه، یعنی اگه بدتر میکنه اثر خواهند داد. این در پی اون نگاهی بود که میخواستن کنکور رو کم رنگ بکنن و جایگزینش معدل پایه های تحصیلی رو قرار بدن که میخواستن تو 85% بره. بنابراین پایه 10 به 11 برای رشته ریاضی تجربی به راحتی این امکان تغییر رشته هست، چون فقط اختلافشون توی ماده درسی است.
البته شاخه علوم انسانی نه، دروس متفاوت زیادی دارن. مثلا اینها درسای جامعه شناسی، نمیدونم اقتصاد، روانشناسی، مطالعات فرهنگی، منطق، فلسفه و امثال هم دارن. یعنی که بخواد از رشته ریاضی تجربه بخواد بره انسانی، همه اینا رو باید امتحان بده. اصلا به صلاحش شاید اصلا نباشه. شاخه فنی حرفه‌ای هم ملاحظه کنید فقط 16 واحدش، یا به عبارتی 16 ساعت در هفته دروس نظری است. بقیه‌اش میشه دروس کارگاهی، مهارتی و عملی. کاردانش هم مشابه این. و رشته علوم و معارف اسلامی هم که ما یه وقتی مدرسه‌ای داشتیم اینجا شهید متحرک علوم معارف اسلامی، حالا الان رفته طرف میدان بهارستان. یه شاخه‌ای دیگر است. خیلی از والدین شاید نسبت به این اصلا آشنا نیستن. این همون تو گرایش علوم انسانی است، منتها متمرکز رو معارف اسلامی است. بچه‌های علوم و معارف اسلامی و بچه‌های علوم انسانی کنکور مشترک انسانی میدن. کنکور اینها جدا نیست. ما سه تا کنکور اصلی داریم. ریاضی، حالا تو اسلاید بعد هست. تجربی و انسانی، درست؟ دو تا کنکور علوم معارف اسلامی با کنکور انسانی ها به صورت مشترک سوالاتشون رو میدن. مثلا مدرسه امام صادق علیه السلام رشته علوم و معارف اسلامی داره توی سعادت آباد، یا تو بهارستان ما داریم مدرسه عالی شهید مطهری. ولی رشته هنر و زبان انگلیسی این محدودیت نداره. هر کدوم از این گرایش های ریاضی، فیزیک، ریاضی، تجربی و علوم انسانی میتونن اونها رو هم به عنوان کنکور دوم که معمولا بعد از ظهر روز پنجشنبه و جمعه هست میتونن شرکت بکنن. علوم انسانی هم میتونه شرکت کنه. علوم انسانی ها میتونن هنر یا زبان شرکت کنن. مثلا یه دانش آموزی میگفت، یا ولیش میگفت، میگفت فرزند من به شدت به گرافیک علاقه منده، بره الان هنرستان، یا الان میتونه بره رشته علوم مثلا ریاضی، میتونه بره و اون وقت میتونه کنکور ریاضی بده نده. کنکور هنر لزوما فقط بچهای فنی حرفه ای شرکت نمیکنه، اصلا اونا که مستقیم میرن توی آموزشگاه فنی. عنایت میفرمایید، برابر هیچ محدودیت. ما دانش آموز داشتیم، دیپلم ریاضی گرفت، بعد رفت رشته گرافیک، الان تو اون شاخه هنری داره کارش رو دنبال میکنه و خیلی هم علاقه‌مند داره این قضیه رو پی میگیره. اون نه، اون داستانش متفاوته، اصلا این دخلی تو اون نداره. ساعت‌های تعداد واحدهای نظرشون متفاوته. کاردانشی اون 16 واحد نظرش هم کمتره. عمدتاً کارشون عملیه. خیلی تعداد درسای عرض می شود نظرشون بسیار 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 کمه، خیلی کم. دانشگاهیشون هم عرض می کنم دیگه، میرن تا مقطع کاردانی، بعد اگر بخوان، یعنی فوق دیپلم، اگه بخوان ادامه تحصیل بدن دوباره باید کنکور بدن، کنکور فوق دیپلم به لیسانس، ولی میتونن ادامه تحصیل بدن. اما سوالات رو اجازه میدین یک کوچیک اگر هست بفرمایید. الان توضیح میدم، اونو میخواستم بگم اجازه بدین برای اینکه به اینا میپردازم. اما حالا بخوام به طور مصرح بخوام توانمندی های مورد نیاز هر رشته رو بیان بکنم، خب رشته ریاضی فیزیک طبیعی است که باید قدرت تجزیه تحلیل، درک و فهم بالا تو این دروس اصلیش داشته باشه. ریاضی فیزیک شیمی همچنین باید علاقمند باشه و پشتکار باشه که مسائل پیچیده و وقتی رو حل بکنه. مثل سوالات بعضن هندسه ریاضی مثلا باید بشینه 20 دقیقه رو این سوال متمرکز بشه، این حوصله رو داره یا نداره. به کشف حقایق در علوم فیزیک و شیمی علاقه‌مند باشه، توانای درک فضایی و هندسی داشته باشه. مثلا بچه‌های ما الان درس دارن هندسه تحلیلی، خط در فضا، نمیدونم صفحه در فضا، قدرت تجسم و اینها باید بالا باشه. به همین جهت هوش بصری، خاطرتون باشه دیداری هم گفتیم جزء لوازم این رشته است. علاقه من باشه بره تو مایتای کار، مهندس میخواد بشه، خب پشت میز معمولا شاید کمتر. این که حالا چقدر در واقع رشته های ما منطبق با تخصص افراد و یه بحث جامعه شناختی مفصل جداست، ولی فرض ما بر این است که کسی میخواد یه رشته ای رو بره که در همون رشته اشتغال داشته باشه. خب مهندسین کجاها معمولا باید بیشتر سر و کار دارن؟ خب معلومه دیگه، کارگاه ها، کارخونه ها و جاهای از این دست. دست به آشار مثلا ممکنه بعضن بشه. ضمناً باید بتونه یه سری فرمول‌ها، جداول امثال هم رو به خاطر بسپاره. البته برخی از زیر شاخه‌های رشته علوم ریاضی فیزیک در ادامه تحصیل در دانشگاه خب ممکنه برخی توانمندی‌های دیگر رو هم نیاز داشته باشه. اما تو رشته تجربی چی؟ همونطور که عرض کردم، بعد مسائل مربوط به طبیعت و اندام‌های بدن امثال ذلک رو بهش علاقه من باشه. اون دانش آموزی که خون می‌بینه قش می‌کنه به درد رشته پزشکی نمی‌خوره. یا بعد اون شرایطش رو تغییر بده، یا بعد رشته‌شو عوض کنه، یا بعد
علاقمند بشه بره یافتن درمان ها و بیماری ها و حل مشکلات پزشکی و همچنین یه پایه قوی تو دروس زیست شناسی، الان دروس زیست شناسی کتابش رو و کنکورش، الان من درصدهای کنکورهای امسال خدمتتون نشون میدم. سال تحصیلی گذشته از میان اون حدود 500,000 نفر، 478,000 نفر شرکت کننده در رشته تجربی تو مهمترین و اصلی ترین درسشون که زیست شناسیه، فکر کنید چند نفر صد زدن؟ 0 نفر. چند نفر 90 تا 100؟ 0 نفر. چند نفر 80 تا 90؟ 2 نفر. حالا بقیه جدولش رو بعدن رونمایی میکنم براتون. علاقه به مسائل ریاضی، چی گفتم چند دقیقه پیش؟ گفتم اگر کسی به خاطر فرار از ریاضی پناه ببره به تجربی انسانی، سخت در اشتباهه. چرا؟ سوال میکنم اصلی ترین دروس رشته تجربی چیه؟ زیست. یعنی اینجور خدمت شما بگم، اونایی که میخوان برن تجربی، البته میرن تجربی به عشق چی؟ آها، پزشکی. رقابت اصلی تو کجاست؟ تو کدوم درسه؟ بزرگوارا، زیستو هر کی بالا نزنه اوت میشه. زیستو باید بالا بزنه که اوت نشه. اون درسی که بچه‌های دیگه بالا نمیزنن این باید بالا بزنه. اون چه درسیه؟ ریاضی. عنایت میفرمایید داستان از چه قراره؟ رقابت اصلی توی درس ریاضی است، نه تو زیست. زیستو که همه بالا میزنن. البته سیاهی لشکر به وفور داریم، من براتون توصیف میکنم و نشون میدم. مثلا فرض کن بچه های ما میخوان با 20,000 نفر رقیب رقابت کنن، ولی اون 20,000 نفر واقعا رقیبن. اونا دیگه از دایره سیاهی لشکر خارجن. اونا دیگه کسایی هستن که هفته 40 ساعت رو حداقل میخوانند. حالا براتون توضیح میدم راجع به رشته هاش. به محیط های طبیعی، کشف روابط قوانین محیط زندگی، علاقه من باشه تو محیط های بیمارستانی، پزشکی، آزمایشگاهی، کشاورزی علاقه من باشه، باز هم بتونه خیلی حافظه قوی باید داشته باشند. از زیست شناسی، از چیزای این همه کتاب واو به واوش سوال میاد. تازه الان دیگه مفهومی هم کردن میگم. به همین جهت سوالات در بین این همه جمعیت کسی نمیتونه درصد خیلی بالا بزنه. اما حالا رشته علوم انسانی چی؟ کی تو علوم انسانی موفقه؟ صرف رفتن تو رشته علوم انسانی یه تحول ایجاد میکنه؟ یا نه آدمایی از تو علوم انسانی ورود پیدا کنن و برخیزند و بیان بیرون که یه نقش مهم ایفا کنن؟ این تیپ آدما کیان؟ این تیپ آدما اتفاقا اینها اتفاقا قدرت تجزیه تحلیل، درک و فهم بالا در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی باید داشته باشن و علاقمند به بررسی مسائل روابط خانوادگی، اجتماعی، امثال هم، حالا مربوط به مرتبط با رشته های مختلف حوزه های علوم انسانی داشته باشن. چندی پیش من در معیت یکی از مدیران خیلی ممتاز و برجسته از یکی از مدارس دخترانه غیر دولتی علوم انسانی مشترکاً در یک محفلی دعوت شدم توی یکی از مدارس. قرار بود که من در رابطه با رشته ریاضی و تجربی سخن بگویم، در معرفیش ایشون هم در رابطه با رشته علوم انسانی معرفی کنه. میگم یکی از مدارس خیلی ممتازه، رتبه خیلی ممتازم میده. میگفتش که ما برای بچه‌هامون توی رشته علوم انسانی یه درس تکمیلی گذاشتیم. اگه گفتیم تو چه شاخه، تو چه درسی مبحث تکمیلی براشون گذاشتن؟ زیست شناسی؟ نه خیلی، ادبیات، عربی؟ نه، اونا که درست ریاضی. چون به جا فرمودید، درست گفتیم. یعنی بچه علوم انسانی که گفتن خلاص شدیم از این ریاضی؟ نه خیلی. ببینید کدوم دانش آموز ممتاز و فارغ التحصیل رشته علوم انسانی است که میتونه تحول آفرین باشه؟ سوال میکنن. چند نفر فارغ التحصیل علوم انسانی داریم؟ دانشکده هامون رو نیا کنید به وفور. چند نفر نقش آفرین شدن تو جامعه ما تو شاخه علوم انسانی؟ کم یا زیاد؟ چرا؟ اونهایی که توی رشته های علوم انسانی که آیین آوندی به جا اشاره کردن، الان تو دانشگاه‌های خارج از کشور از جمله ایالات متحده بچه‌های ممتازمون تو رشته‌های فنی مهندسی اراده کنم بورسشون می‌کنم، میگم بفرمایید اعمال هاتون بچه‌های ما، بگم ما می‌خوام بیام اقتصاد، اگه بورسشون کردن می‌خوام مدیریت بخونم، اگه بورسشون کردن
اونا میفهمن چیکار دارن میکنن، ما نمیفهمیم. ما جو زده علوم مهندسی ریاضی هستیم. اون موقع که سخن آقا در رابطه با تولید علم بود و جنبش نرم افزاری، یادم این جمله رو به تصریح بیان کردن که فرمودن که اون موقعی که من گفتم بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری امثال هم، منظورمون علوم مهندسی و پزشکی نیست. تعبیر که ایشون به کار بوده، اینها مثل پول خرد است که خرج می شود. آنچه که تولید علم می کند علوم پایه و علوم انسانی است. خب همه علوم انسانی کیا توش سرشناسند که میتونن تحول آفرین باشن؟ بنده تو مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی خوندم. رشته مدیریت آموزشی میدونید نظریه های اساسیش رو آدمایی که نظریه پردازش بودن چه بک‌گراندی داشتن؟ مهندس بودن یا ذهن ریاضی داشتن. نمیگم مهندس باشن، ولی باید ذهن تجزیه تحلیلگر ریاضی رو داشته باشن. تو همین عصر حاضر علوم انسانی کارهای خود، مثلا فرض کنید که از شهرهای سرشناس مثل آیت الله حسن‌زاده آملی نگاه کنید، چقدر هندسه استادن همکارا، و ای که عرض می شود که معلم ریاضی هستم مثل خود من، تسلیس زاویه رو من اولین بار تو 1001 نکته آیت الله حسن‌زاده آملی دیدم. نیمساز همه ما بلدیم با یه پرگار راهنمای تسلیس سه قسمت کردنش رو بلدیم شون در ذهن. خب اینشون میشه آیت الله حسن‌زاده آملی. نه حالا بیام تو علوم انسانی، تو شاخه‌های روانشناسی، تو شاخه‌های مدیریت و امثال ذالک. اونها به این نقطه رسیده بودن، گفتن بنابراین ما بچه‌هامون رو براشون ریاضی تکمیلی می‌ذاریم. کتاب ریاضیات رشته علوم انسانی آنچنان نیست که ذهن اینها رو فربه کنه به درد آینده رشته علوم انسانی بکنه. این که گفتن از ریاضی مفری نیست، اگه کسی می‌خواد کسی بشه، چهره شاخص و اثرگذاری بشه. خب علاقه من به مسائل دینی مذهبی عرفانی تو شاخه علوم انسانی و همچنین ادبیات. بالاخره یه کسی اگه عربی دوست نداره، خیلی دوست ندارن، حالا ممکنه که دوست نداره ولی میتونه خرشو از پل بگذرن و باش رابطه برقرار. ادبیات اگه به درد علوم انسانی نمیخوره، درسای اصلیشون ایناست. به مسائل فلسفی و امثال هم علاقه من باشه، باز هم اینو باید حافظه قوی داشته، تاریخ ادبیات نمیدونم چه و چه و چه و چه، مهارت های کلامی بالا. علوم انسانی عمدتا اصلی ترین ابزار چیه؟ کلام دیگه. حالا شما نگاه کن، روانشناسشه، مشاورشه، مدیرشه، و هر چه که شما در نظر بگیر. علوم معارف اسلامی تقریبا همین موارد هست، متا با گرایش قرآن و حدیث و علوم اسلامی و اینها که من سریع‌تر ازش عبور می‌کنم. راجع به گرایش گروه‌های آزمایشی براتون صحبت کردم، گفتم این سه تا اصلیه و این دوتا رو هر کدوم از اینها میتوانن داشته باشن. این نتایج بچه‌های رشته ریاضی فیزیک کنکور 94، از این حدود 170,000 نفر. من به اطلاع شما برسونم، حالا اونایی که با آمار یه مقدار آشنا هستن، با احتمال آشنا هستن. راستی یه سری از بچه‌ها می‌بینم تو مجموع جمعمون هستن، احتمالاً درس احتمال خوندن. یه سوال چهار گزینه‌ای، با چه احتمالی یه نفر غلط می‌زنه؟ اگه بخواد شانسی غلط بزنه، یک چهارم درست می‌زنه، چون از چهار تا یکیش درسته. سه چهارم یعنی 75%، درسته. یه نفر با چه شانسی میتونه دو تا رو غلط بزنه؟ میشه 3/4 یعنی 3/4 به توانتون. یه نفر یه سوالات، مجموع سوالات 25 سالی رو با چه احتمالی میتونه همشو غلط بزنه؟ به این ترتیب میشه 3/4 به توان 25. این اگه با ماشین حساب کنه تقریبا میشه 7-10,000. به بیان ساده‌تر، یعنی از هر 10,000 نفر ممکنه 7 نفر این کار انجام بدن. الان من اگر که یک مجموعه سوالات روسی بیارم جلوتون بذارم 25 تا سوال و شما که هیچ متوجه مثلا نمیشین، بگین پاسخ بدین، شانسی تقریبا امکان نداره کسی یه دونه رو درست نزنه. اگر کسی همه تست ها رو غلط بزنه، چون هر تست غلط -1/3 درسته، میشه -33%. ببینید ما توی رشته های همچین پدیده هایی داریم که -33% میزنن. اینا به نظرم خیلی دیدنی هن، چون جزء نوادر میشن. خیلی چی جوری میشه همه رو غلط زنه؟ این که گفتم نگاه کنید، درصد زیر صفر، یادتون میاد من گفتم 7-0، 38,000 نفر درصد زیر صفر گرفتن تو ادبیات، یعنی سفید میزدن شرف داشتن. حالا نگاه کنید،
تو ادبیات 38000 نفر، اینا رو در نظر بگیرید، زیر 50% از 170000 نفر 150000 تا 100. این وضعیت میخوام عرض کنم یه سری هم کنکورهای ذره پیچیده تر شده، هم سیاهی لشکر سر جاش هست. اولا که مقهور جمعیت جامعه آماری نشین، این نگاه کنید بحث مثلا زیست شناسی، نگاه کنید 100% اصلا نداریم، 90% اصلا نداریم، 80% تا 90% عرض میشود که تعداد 8 نفر، من عذر میخوام گفتم دو نفر، 8 نفر داریم، میانگینشون 82% شد. نگاه کنید زیر 0%، 60000 نفر، 100000 نفر عربی رو زیر 0% زدن. ریاضی میانگین بچه ها چقدره؟ ننوشته اینجا، این زیر نوشته، میتونیم بخونیم؟ 4%. این چیه؟ زمین شناسی میانگین 1%، زیست شناسی که درس اصلیشونه 4%. هم سیاهی لشکر زیاده و هم کار ساده نیست. ببینید من فرصت ندارم همه مشاغل رو و همه رشته ها رو توضیح بدم، ولی یه سایت معتبریست به نام rush.ir. آقای ناوردی مستقر شدن، یعنی من دیگه باید کلام رو به انتها برسونم. راجع به فنی حرفه‌ای من خواهش میکنم که اینجا تشریف بیارید، اینجا هم دانشگاه های 14 گانه معتبر رو کامل توضیح داده، و هم اینجا نگاه کنید راجع به فنی حرفه‌ای، هنر و زبان، اینجا نگاه کنید همه اینها رو این سایت توضیح داده، درساشون رو گفته، ساعتشون. حالا عرض میکنم ببینید این 3 تا اسلاید رو باید ملاحظه بفرمایید، این خیلی مهمه. توی رشته های مورد علاقه رتبه های برتر رشته ریاضی چی گفتم؟ بچه هایی که رتبه ممتاز دارند، رشته های مورد اقبالشون معمولا برق، مکانیک، عمران، صنایع، شیمی، کامپیوتر، مواد. البته خیلی سالها بر اساس مد ممکنه مثلا این دفعه جو بیاد اول مثلا معماری بالاتر از صنایع بشه، ولی همین هست. ولی مثلا یه رتبه ممتازی حدودا مثلا زیر 3000، به جملات من عنایت کنید، میگه اگه برق قبول نشه طوری نیست، میرم مکانیک، قبول نشدم میرم عمران. خیلی اینها براشون تفاوت چشمگیر نداره. بچه های منطقه 1 کشور، بزرگتر ها میدونن دیگه، رتبه بندی تو مناطق دیگه، حالا منطقه 1 کشور، شهرهای بزرگتر و با امکانات بیشتر، منطقه 2 کشور، منطقه 3 کشور، جامعه آماری شرکت کنندگان منطقه 1 کشور در میان کل شرکت کنندگان رشته ریاضی 32%. به عبارتی شانس قبولی بچه های سهمی منطقه 1 کشور که بچه های تهرانی میشن، مثلا شیرازی میشن منطقه 1 کشور، یا 32% کل جامعه است. اما اینجا تجربه چه اتفاق میفته؟ همه میرن به عشق چی؟ پزشکی. اینجا اسلاید من جا نداره که بیشتر از این فاصله ایجاد کنم، ولی باید مثلا 10 برابر این فاصله رو ایجاد کنم، بعد بگم داروسازی یا دندان پزشکی بیان پایین. تو قبلی میگفت برق نشد، خب اشکال نداره میرم مکانیک، ولی اینجا اینجوری نیست بگیم پزشکی نشد، خیلی اشکال داره. اونجا عرض کردم، گفتم رتبه ممتاز زیر 3000، چرا؟ چون دانش آموز ما تو رشته ریاضی با رتبه زیر 3000 میتونه حتی توی تهران یه رشته مهندسی بنشینه. تو اینجا دانش آموزی ما داشتیم پارسال، همین کنکور 94، رتبه شد 2900، به زحمت با تمام امکانات ممکنه سراسر کشور و همه دانشگاه ها، یعنی آزاد بگیرید، چه میدونم دانشگاه غیر انتفاعی بگیر، پولی بگیر، دانشگاه پردیس بگیر، توی مناطق آزاد، تو شهرستان ها، به زور تازه این دانش آموز با رتبه 2900 تونست یه جایی پزشکی قبول بشه. یعنی اگر کسی شد 3000 دیگه خواب پزشکی رو بعد دیگه، این رؤیای تعبیر ناشدنی است. بعد میاد سراغ اینها با یک اختلاف علاقه مندی و نگرش و گرایش. یعنی الان اینطور خدمت شما بگم، بچه های رتبه زیر 1000 الان چنین شده است که یا میگن یا این 3 تا یا برو سال بعد. غالب بچه های رتبه زیر 1000 غیر از این 3 تا انتخاب نمی کنن تو تجربی. بعد تازه مثلا حالا میرن سراغ زیست مولکولی، دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی، فیزیوتراپی. البته حالا و اون وقت جمعیت شرکت کنندگان منطقه 1 کشور 16%. حالا اینکه بازار کارش چی هست بزرگتر خودشون بهتر
نگاه کنن. مثلا یه حالا مثلا بچه ما رفت مهندسی عمران، خب چی کار کنه؟ خب ببینید اون قصه اشتغال اصلا یه مقوله دیگری براش فکر بکنی. یادتون میاد مجید بصائری و رشته نساجی، اونو بعد یه جنبه های دیگری هم بهش توجه کرد. این فقط امکان سنجی و علاقمندی است. یا مثلا بچه علوم انسانی میرن علوم انسانی به عشق حقوق که الان مثلا رتبه 3 رقمی هم دیگه حقوق قبول نمیشه. بعد اینا باز با یک فاصله بسیار زیاد نشد، حالا میگه خب دیگه چه کار کنیم دیگه، حالا بریم روانشناس. دیگه این چنین نیست که این رشته ها خیلی نزدیک به هم باشه و بگه حالا انتخابش در کنار هم دیگه. توی این سایت رشد خانم شما که اشاره فرمودین، نگاه کنید زیر شاخه های فنی حرفه‌ای، تمام الکترونیک، الکتروتکنیک، سرامیک، کامپیوتر، همه اینا کلیک بکنید درساش میاد، جنبه های کاریش میاد و در تو زبان خارجی هنر و امثال هم. خب من دیگه بحثم به انتها میرسیم. بحث نمازمون اگه اجازه بدین، فقط این اسلاید من اگه اجازه بدین تموم کنم. حالا میخوام یه مدرسه انتخاب کنم. من اگر بخوام برای فرزند مدرسه انتخاب کنم، فرض کن رشتهشو انتخاب کرد، مدرسه رو با چه شاخصی انتخاب کنم؟ بنده میگم که خوب است که یه سابقه نسبت به آماده سازی بچه‌ها برای رشته‌ها و دانشگاه معتبر در اون مدرسه باشه. آیا از این مدرسه کسی رشته خوب دانشگاه خوب قبول شده؟ پس یعنی اگر شده این مدرسه چنین ظرفیتی رو دارد. البته من به عنوان یه وقتی مشاور پیش دانشگاهی و کنکور عرض کنم 80% نتیجه در گروه تلاش دانش آموزه. لیس للانسان الا ما سعی. به این نشانه که رتبه های ممتاز، یادتون میاد رتبه های حتی یک بعضا از شهرستان هایی که ما اصلا اسمش هم نشنیده بودیم میومد بیرون، اون که دیگه امکانات ما ها رو نداشت. بهترین مدرسه خب ممکن 20% اون برنامه‌ریزیش و پیگیریش و امثال. البته اون محیط آموزشی یادتون میاد چقدر تاکید کردم اون سر جاش محفوظ هست. آیا مدرسین با تجربه و متخصص داره؟ آیا سیستم آموزشی یک پارچه، یعنی طرح درس و برنامه آموزشی منسجم داره؟ آیا مشاوره های فردی یا گروهی خوب امکانش توی مجموعه هست؟ آیا به مسائل فکری، اعتقادی و فرهنگی بچه‌ها در کنار مسائل آموزشی توجه میکنه؟ از مسائل کمک آموزشی و خدمات این چنین استفاده میکنه؟ اطلاع رسانی مؤثر و کارآمد داره؟ به مسائل تربیت بدنی و ورزشی بچه‌ها توجه میکنه؟ با آموزش خانواده و ارتباط مؤثر با خانواده ها توجه میکنه؟ کادر اجرایی با انگیزه و متخصص داره؟ از خدمات آموزشی نوین استفاده میکنه؟ اگر که نیازهای خاص داشته باشن بچه‌ها به صورت انفرادی پیگیری‌های خاص از این قضیه صورت میگیره تو ایجاد انگیزه و پیشرفت بچه‌ها برنامه دارن و نقش آفرین هستن؟ حتی تو این هاف تایمی که با هم داشتیم، اون فضاهایی که ایجاد شد، اسلایدهایی که پخش کردن، خب نشون داد که یه سری مدارس هستن که واقعا این ویژگی ها رو دارن. به هر صورت بنده اطاله کلام شد و دوست دارم که حالا که وقت اجابت واسه یه دعا بکنم بنشینم و در خدمت شما باشم. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین امام. امیدوار هست که خداوند بهترین توفیقات و تقدیرات رو روزی ما و فرزندان ما بکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. با تشویقات و مجدد تشکر کنم از آقای دکتر که واقعا اطلاعات خیلی مفید و سازنده رو در اختیار ما قرار دادن. من سریع بدونم که چون وقتمون خیلی محدوده، بریم بحث پرسش ها رو مطرح داشتیم، چند تا سوال رو آقای دکتر در خدمتتون، بعض سوالات رو من خدمتتون توضیح خواهم داد. با سلام و خسته نباشید، دختر این جانب معدل 20 دارد، از نظر انضباطی و اخلاقی مشکلی نداره، اما برای انتخاب رشته بر سر دورای بین انتخاب رشته تجربی و هنر قرار داره. نظر شما عمر مشاور چیه؟ من لابلای عرایزم گفتم دیگه، میتونه بره تجربی کنکور هنر بده، هیچ منافی هم دیگه نیستن، قابل جمع. ممنون. من قبل اینکه سوال دوم مطرح کنم خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت های دکتر سلطانی، مدیر عامل محترم مؤسسه. اومدی جانم به قربانت علی، حالا چرا دست شما در با همه مشغله کاری که داشتید، میدونم از وسط جلسه خودتون رو به این جلسه رسونید، واقعا حمایت های پشتیبانی شما بود که این جلسه شکل گرفت. شرایط ادامه تحصیل در هنرستان و کاردانش فکر کنم صحبتاتون بله عرض کردم دیگه، تو مقطع کاردانی ناپیوسته میرن پیوسته، بعد بحث ادامه تحصیل تو دانشگاه بود، میتونن ارزشن تا مراتب عالی هم میتونن، فقط اینا بعد کنکور بیشتری بدن، یعنی بعد از فوق لیسانس دوباره بعد کنکور بدن. البته رقابت هم اونجا سخت‌تره ها،
چون ظرفیت کمتره و جمعیت شرکت خواننده بیشتره. شنیدم بچهای ضعیف وارد کار دانش رشته کار دانش، آیا درسته یا نه؟ اطلاعاتون غلط نیست ولی این جامعیت نداره. آیا میشه بعد از انتخاب رشته کار دانش یا فنی حرفه ای به رشته نظری برگشت؟ من بعید میدونم. تقریبا نمیشه. انتخابم که اصلا کلم. در مورد اولویت بندی آزمونای هوش و شخصیت آموزش پرورش سوال کردم. من یه نکته رو قبلش عرض کنم خدمتتون که ببینید این تحلیل توسط آموزش پرورش انجام میگیره، ولی بعد از اینکه این تحلیل ارائه شد و به مدرسه ارائه میشه شما میتونید، چون محرمانه است، با درخواست از مدیریت مدرسه این نتایج رو با یک مشاور یا روانشناس تحصیلی در میون بذارید و در موردش بحث بشه و به شما رو راهنمایی کنن که دقیق تر بتونید توی مسیر گام برید. خب تفاوت رشته هنرستان و کاردانش هم که فرمودین، دختر من دوست داره رشته انتخاب کنه که درسش زود تموم بشه وارد بازار کار